سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. با آموزش کار با سامانه احراز محل سکونت یا همون سامانه سخا در خدمت شما عزیزان هستیم. در فصل یکم میخوایم در مورد معرفی این سامانه با شما صحبت بکنیم و من محمد رضا تایی هستم و از شما دعوت میکنم تا انتهای این آموزش با من همراه باشید. خب دوستان، یک معرفی اولیه از این سامانه داشته باشیم که به عنوان سامانه احراز محل سکونت هستش. این سامانه جهت احراز محل سکونت به ما کمک میکنه که بتونیم برای شماره گذاری خودرو و تعویض پلاک و حالا اقداماتی که نیاز به محل سکونت و احراز محل سکونت داره ازش استفاده بکنیم و باعث افزایش سرعت و سهولت شماره گذاری خودرو میشه. چرا که وقتی که محل سکونت شما احراز شده باشه و تایید شده باشه، زمانی که بخواید ماشین خرید و فروش بکنید، از خود کمپانی ماشین رو دریافت کنید، به سرعت پلاک شما صادر میشه و به سرعت کار شما پیش میره و این باعث میشه که مراجعات حضوری خیلی کمی داشته باشین. حتما توی زمان کرونا دیدین که سامانه تعویض پلاک چقدر سخت بود و فرایند تعویض پلاک چقدر زمان بر و بعد یواش یواش اومدن با سامانه‌های مختلف کاری کردن که نوبت‌گذاری به صورت اینترنتی باشه، مراجعات کمتر باشه و حالا این سامانه بهتون کمک میکنه که باز هم مراجعات کمتری داشته باشیم. و اگر بخوایم بگیم سخا مخفف چی هستش، مخفف کلمه سامانه خدمات الکترونیکی انتظامی هستش که نیروی انتظامی اقدام به راه اندازی این سامانه کرده و داره یواش یواش این رو توسعه میده و جاهای مختلف دیگه هم ازش میتونین استفاده بکنید و این آموزش میتونه خیلی بهتون کمک بکنه تا به وسیله این سامانه خیلی کارها رو به سرعت و دقت بالا انجام بدید. جهتی که وارد این سایت بشین، یک سری مدارک لازم دارین، یک سری اطلاعات لازم دارین. کد ملی و شماره همراه منطبق با کد ملی باید داشته باشین. اهمیت بالا، چرا که اطلاعات این سامانه بسیار دقیق باید باشه و بسیار دقیق هستش و خیلی جاها به این سامانه استناد میکنن. داشتن اطلاعات کامل پستی محل سکونتتون، کد پستی، خیابون، کوچه باید به صورت کامل داشته باشین و حتی در صورت لزوم دریافت گواهی کد پستی بهتون کمک میکنه که بتونین از این سامانه به خوبی استفاده بکنین و نتایج خیلی خوبی هم میتونه براتون به همراه داشته باشه. خب دوستان، برای اینکه بتونید وارد سایت بشین، نیاز هستش که از این آدرس اقدام بکنید. sakha.epolice.ir. بریم وارد سایت بشین. خب شما وقتی که وارد وبسایت میشین، اگر ثبت نام نکرده باشین، از این گزینه ثبت نام میتونید استفاده بکنید. اینجا کد ملی خودتون رو وارد بکنید. این کد رو اینجا توی این عبارت تصویر بنویسین و گزینه ادامه رو بزنید. در ادامه از شما شماره تماس و تاریخ تولدتون رو میخوان و رمز عبوری که میخواین برای خودتون در نظر بگیرین. حتما یک رمز عبور مطمئن انتخاب بکنید و ثبت نامتون رو انجام بدید. وقتی که ثبت نام رو انجام بدین، این قسمت وارد میخواین بشین برای اینکه سایت رو ببینید و اقداماتی که میخواین انجام بدین. اینجا نام کاربری که همون کد ملیه و کلمه عبوری که زمان ثبت نام انتخاب کردید. اینجا کد امنیتی رو وارد می‌کنیم بی و گزینه ورود رو می‌زنیم. خب اینجا وارد وبسایت شدیم و یه سری اطلاعات اولیه اینجا در اختیارتون قرار میده. اسم شما، کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و حتی شماره همراه رو اینجا بهتون نشون میده. و اینجا داره به ما میگه که اطلاعات فوق در تمامی خدمات الکترونیک انتظامی، گواهینامه، گذرنامه، صدور کارت‌ها، ارسال پیامک‌های تلرسانی، ارسال مرسوم و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. اطلاعات شما در سامانه وجود ندارد و جهت ثبت آدرس از اینجا باید اقدام بکنید. یعنی الان من اطلاعات اینجا ندارم و حتی جهت وارد نمودن اطلاعات محل صدور و محل تولد رو هم گفته از اینجا اقدام بکنید و در صورتی که شماره همراه شما با اطلاعات فوق مطابقت ندارد، از اینجا اقدام به تغییر شماره موبایل باید بکنید. این قسمت سمت راست رو اگر ببینید، خدمات پلیس مهاجرت و گذرنامه، احراز اطلاعات فردی و آدرس، وظیفه عمومی، خدمات مرزبانی، پلیس آگاهی، پلیس راهور، پلیس پیشگیری و سایر خدمات هستش که می‌خوایم در مورد هر کدوم با هم دیگه صحبت بکنیم. خب بریم اول اطلاعات آدرس رو ثبت بکنیم.
اینجا میگه شما آدرس ثبت شده نداری، لطفاً با استفاده از دکمه ویرایش آدرس خود رو ثبت نمایید. ببینید احراز راهنمای احراز نشانی، احراز نشانی از طریق پست، استلام وضعیت آدرس و ویرایش. ما ویرایش رو میزنیم. در قدم اول اینجا از ما کد پستی محل سکونت رو میخواد. در صورتی که گفته کد پستی رو نمیدونید یا از درست بودن کد پستی اطمینان ندارید، میتونید از سایت شرکت پست اقدام بکنید. کد پستی رو اینجا وارد میکنید. اینجا هم شماره تلفن حالا ثابت.